جناب کوهستانی صاحب، آیا می توان وضعیت امروز را با زمان خروج شوروی از افغانستان مقایسه کرد؟ البته ما از نظر زمانبندی که شرایط و تحولات جهانی امروزی کاملا فرق میکنن، نمیشه که ما بگویم به گونه که در دوران تجاوز شوروی در افغانستان و پایان حاکمیت دکتر نجیب الله اوضاع چگونه بود، امروز هم وضعیت به مو گونه است. اما مشابهت ها وجود دارد در چنین یک وضعیتی که ما در حال حاضر قرار داریم. البته یک مشابهت ها است که آمریکایی آمدن با جانب طالبا قرارداد دوحه را برای خروجشان امضا کردن. شما میبینید چنین چیزی که قبلا صورت گرفته، حتی قبل از اینکه توافقات ژنو صورت میگیره و بعدتر که توافقات هم برای اجرا گذاشته میشه، روابط روسا کوشش میکنن که رابطشان را ترمیم کنن، دیگه یک جانبه گرایی با حکومت حزب دموکراتیک نداشته باشند، رابطشان با سران مجاهدین تنظیم بکنن، سفرهای را رهبرای مجاهدین به مسکو می داشته باشن. از نظر ای که حاکمیت برای روند مصالحه برای حل منازعه طولانی افغانستان در او زمان هم آماده نبودن، به شکل واقعی طرفه می رفتن از مصالحه، از جا خالی کردن یا از مشارکت همگانی در قدرت سیاسی، اما مردم گروگان گرفته می شد. امروز هم چنینی است. شما در گذشته می دیدین که تفاوت بسیار زیاد بین حکومت دکتر نجیب و حکومت فعلی وجود دارد. یقیناً وقتی شما حکومت حزب دموکراتیک خلق می‌بینید، دکتر نجیب الله از نظر ساز و برگ نظامی، از نظر قدرت حکومت که خود حزب یک حزب حکومت رهبری می‌کنند، اینا متفاوت‌تر است. حالی که حکومت موجود می‌بینید یک ساختار نظام مشارکتی درون جمهوریت موجود که به گروگان گرفته شده، نیروهای نظامی ما به او سطحی که در گذشته بودند در زمان پایان حاکمیت دکتر نجیب الله بودند، ما او تجهیزات هنوز نه قوای هوایی داریم، نه مدافع هوایی داریم، نه در قوات‌های زمینی داریم، نه در زرهدار، نه در توپچی و نه و غیره و غیره، اینا را نمیشه مقایسه کرد. ولی مورال به مراتب بیشتر از اون دوران وجود دارد. بله، ببینین حالا خروج آمریکایی‌ها وقتی با عجله میآیند، قراردادشان با دوحه میبندن، فرصت سازی میکنن که در افغانستان که هنوز انتقال مسالمت آمیز قدرت و مشارکت صورت نگرفته است و این منازعه نشده که هنوز امو نقاطی که آسیب میرسانه زمانت های جهانی را که پیشتر دکتر صاحب عدیل به او اشاره داشتن صورت نگرفته هنوز در سطح منطقه، در سطح اجماع منطقه‌ای و داخل نظام سیاسی. دکتر اشرف غنی هنوز با مخالفین اپوزیسیون سیاسی روبرو است، مشروعیت کامل خود نگرفته، اختلافات درونی در افرادی هستند در درون ساختارا قدرتمند که این نظام باش مشکل دارن. چه شبه که برن با طالبا، با یک جریان دیگه که یک بخش از جغرافی افغانستان کنترل دارن قدرت واگذار کنن. شما وقتی میبینین نو صحبت ها را در تلویزیون ها از رهبرهای حاکمیت موجود، شما را به بو گذشته تاریخ میبره که اگر ما خاص خودگذری و ایثار نکنیم و بسیار با هوشمندی و شاری و عقلانیت در برابر وضعیت موجود تصمیم نگیریم، یعنی امین مردم و شهروندان افغانستان، روشنفکرا، تحصیل کرده ها، نخبه های سیاسی، رهبران مختلف حوزه های سیاسی و اجتماعی اقتصادی متوجه نباشند، ما مجدداً به بحران درونی که بسیار شاید سنگین تر از گذشته باشه روبرو هستیم. بنام این یک مشابهت ها است که ما از درس‌های گذشته تاریخ، از اشتباهات و از تکرار اشتباهات باید پرهیز کنیم. اون نقاط ضعفی که در گذشته داشتیم او را با خرد و با تجربه، با فهم از امو درس‌های تاریخی تکمیل بکنیم و بتانیم اینمی مرحله گذاره که روند مصالحه پیش رو گذاشته شده است و تلاش دار امریکا، کشورهای دیگر منطقه با خوشبینی شامل از این روند هستند، اینمی بتانه به شکل واقعی امو گونه که خواست مردم افغانستان است به اجرا گذاشته شود. بنان مشابهت ها وجود داره یقینا، در بی‌توجهی به مردم افغانستان، دور زدن رژیم های افغانستان، رژیم سیاسی افغانستان در حال حاضر، بخش از حاکمیت بسیار زیاد متعهد بودن یا سیاست های پنهانی با جانب طالبا و قبول شکست آمریکایی ها. بارها آمریکایی ها گفتن جنگ افغانستان از راه نظامی
موفقیت نداره، یعنی به بنبست رسیده است، به نتیجه نمیرسد، خودش اعلام شکست است. آمریکایی‌ها از نظر نظامی، سیاسی، اقتصادی متاسفانه در افغانستان بنابر انتخاب دوستان ناشایست یا مدیران فاسد شکست خوردن و این شکست ممکن از نظر هزینه نسبت به شوروی پایین تر باشد یا به او حجم، به او بزرگی که در گذشته روسا با او درگیر بودن به او حجم نیست. اما شگاف‌های عمیقی که در امریکا وجود داره هم می‌بینیم که بی تاثیر از اینمی وضعیت مداخلات امریکا در بیرون کشور، در سوریه، عراق، یمن و سایر کشورها نیست.